26 5 بود که ساعت 9 و 8 دقیقه بود برای کمک به ماشین پولرسانی، چون مبلغش زیاد بود ما رفتیم که کمکش هم کنیم پول بیاریم. با آقای صالحی اینجا بودیم، پول داخل کیسه بود، میخواست به ما تحویل بده. ماشین سارقین که وایستاد همون ثانیه اول، یعنی شاید یک یا دو ثانیه اول به ما شلیک کرد. رگبار میگرفت دیگه، هم به آقای صالحی زد، آقای صالحی زد تو سینه‌اش، من زد به پا. بعد شما فرار کرد. بعد من فرار کردم پشت این درخت. چند تا تیر برام انداخت، به اینا شلیک کرد، به درخت شلیک کرد. گلوله کجا خورد؟ گلوله به دقیقاً اینجا به رانم خورد که من لنگان لنگان پشت ماشین قرار گرفتم، پشت درخت قرار گرفتم. بعد اینجا نشستم پشت این لاستیک که دیگه در دید نباشم، این درخت این ماشین جلوم قرار گرفته بود. یه نفر دقیقاً کنار این درخت وایساده بود، شلیک برام کرد، یه گلوله دیگه اونم زد به دومین تیر، به این صورت به این پام خورد که زیاد صدمه ندیدم دیگه از تیر دوم که این شلیک کرد. بعد از اینجا فرار کردم، اینجا آمدم، اینجا قرار گرفتم. دستامو گذاشته بودم رو سرم، اینجا تیراندازی میکردن، مجبور شدم اینجا به این ماشین چسبیده بود، از این جلو ماشین از روی کابوت رفتم چاله پارکینگ. یکی از اون سارقا وسط خیابون رو گرفته بود با یه اسلحه یوزی. دو تا آدم کوتاه قدم بودن که داشتن پولا رو جابجا میکردن تو خود صندوق ماشین پدر. زدن بوتت بده 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 بوشتر هم من ترسیدم و خواهم شدم به دقیقا وقتی میخواستم برای صدای پوف هزار تا چی میخواستم. دو تا از جنازه، یکیشون اونجا افتاده بود، یکیشون پایین تو همین جدول خیابون افتاده بود. الو الو بفرمید. خسته نباشید. سلامت. این بایت صادر هست تو خیابان سعدی. خب چه شده؟ ماشین پولو زدن، سه تا سرباز افتاده. آها افتاده؟ زخمی هن؟ نمیدونم، تیر اندازه شده، هیچ کس جرأت نکرده تو خیابان. به پلیس اطلاع بدین. دو تاش افتاد زمین، دو تاش انگوزن تو ماشین. من نیامدم، دخترم رو. روز قبلش چه اتفاقی افتاد؟ با هم بودی؟ بله، روز قبلش ساعت 6 غروب برای خرید خانه رفتیم بیرون با من و خواهر شوهر. ما که نمیتونستیم دیگه فردا میره برنمیگرده که بخوایم صحبتامون رو تمام کنیم. چند سال ازدواج کرده بودی؟ ما 18 ساله. دخترم 17 سالشه. بابام توی 17 سال اصلا یه بار نه به من و به دو تا برادر دیگه هم اصلا تون نشده بود. ولی اون شب آخر نمیدونم چی شده بود. خیلی عصبی بود. سر سفره که نشسته بودیم، سر سفره شما به من گیر میداد، میگفت تو درس نمیخونی، کار نمیکنی. بچه کوچیکم اشکان 5 سالش. اشکان میخوای چیکاره بشی؟ بزرگ شدی، مرد شدی، میخوای چیکاره بشی؟ من تو بانک بدم اینا. تو هم دوست داری تو بانک بری کار کنی؟ شغل بابا تو دوست داری؟ من تو بانک بدم اینا. تو بانک چیکار میکنی؟ دزدا میکشمش با تفنگ. میری تو بانک دزدا رو با تفنگ میکشی؟ از دزدا بدت میاد؟ خیلی؟ که من گوشی برداشتم با الو گفتم فقط خودت برسان بیمارستان امام خمینی. به شما گفتم؟ بله، اسم من گفتن و به خودت برسان بیمارستان امام خمینی. گفتم واسه چی؟ گفتم فقط بیاد، که من اینجوری فقط دستم خوش شده بود. دیگه منم اصلا خبر نداشتم تا ساعت 1 مامانم از بیمارستان برگشت. دیگه مامانم دیدم همینجوری تو حیات افتادم، دیگه نمیدونستم شب یا روزه. این عکس شده بشه. خدا رحمتش کنه، قربونت برم. خیلی سخت. انگار 20 سال از ما جدا شده.
یک چیزی که تو این پرونده منو خیلی ناراحت کرد میدونی چیه؟ اینکه شما رفتید که بکشید. شما از همون اول به اینا رگبار بستید. قرار بر همینم بود که کسی کشته نشه. قرار بر این بود که کسی کشته نشه؟ اول قرار بر این بود که اگر خواستیم یک موقع در دقیقه حتی 90 خواستن اونا شما را بزنن، شما آماده تر از اونا هستید، میتونید پاهاشونو بزنید. پس چی شد که قرارتون به هم خورد؟ اونا که بند خدا اصلا تیراندازی نکردن، اونا که پشتشون به شما بود. شما از ابتدا از ماشین پیاده میشید، تو از جلو شلیک میکنی، صلاح الدین از پشت شلیک میکنه. چرا؟ اون طرف خیابون جایی که همیشه بای میساده ماشینه حمله پول، حمله پول جهت مخالف وایساد. این چه مشکل براتون ایجاد کرد؟ این معادله همه به هم خورد. متوجه نمیشم، اگه سر جاش وای میساده یعنی میخوای بگی شلیک نمیکردید؟ چرا؟ ولی اینجوری شاید کشته نمیشدن و مسئله اینجوری نمیشد. اتفاقا این مورد مورد منحصر به فردیه که حتی میشه گفت در تاریخ که مشابه اتفاق افتاده که افراد با این در این به اصطلاح ساعات روز و با چهره باز بدون هیچ پوششی بیان و این اقدام در واقع جنایتکارانه رو انجام بدن. سرقت ممکن اتفاق بیفته که بیای 3 نفر رو بیگناه به رگبار ببندی یا 5 نفر رو مجروح بکنی، ما نداشتیم واقعا. چطور توی یه تیراندازی محافظ اون طرف زدن، سرباز رو این طرف زدن و شما دو نفر رو اینجا زدن؟ کل تیراندازی شاید 10 یا 12 ثانیه طول کشیده. یعنی اینا پخ شدن دور ماشین؟ پخ شدن، کمین کرده بودن. آها، پس همه تو پراید نبودن؟ نه، همه تو پراید نبودن. یه راننده، یه نفر تو پراید بقیه کمین کرده بودن. محافظ درست حسابی نداشتن. میگم یه سرباز اونجا بوده، بعد از اولین تیری که شلیک شده اونم شهید شده، رفته زیر ماشین، نتانسته حتی از خودش هم دفاع بکنه. محافظ شما دوره دیده است، آموزش دیده است، یا نه یک نفری رو گفتن حالا تو اسلحه دستت بگیر، نهایت بهش یاد دادن که با این اسلحه با چی کار کنه، بعد گفتن محافظ این ماشین باش؟ من با فرمایشات شما موافق نیستم. این که میفرمایید موافق نیستی سربازا آموزش دیده نیستن؟ نه، خیر، ما سربازایی که اندازه یک نفر آدم مثلا نیروی ویژه اندازه نمیدونم یک تکاور که دوره ندیده، به هر حال یک سربازه. حفاظت از یک واحد پول رسان یه سری تعاریف داره که اون تعاریف اولیه و حداقل ها رعایت شده. اون ماموری که همراه بانکیاس که پول میارن برای تو بانک، نباید اصلش بندازشون دور بکنه کمک. مامور یعنی مسلح، 4 نفر، 3 نفر، 2 نفر هستم پول ببرن. تو در این ماجرا مأمورین همه همزمان میرن به سمت تخلیه پول از ماشین که سارقین هم از این فرصت استفاده میکنن، در کوتاه‌ترین زمان اینها رو به رگبار میبنده، در حالی که باعث این مأمورین اول محل رو تأمین میکردن و بعد اقدام به انتقال پول از داخل ماشین به داخل بانک میشد. شما سرباز جلوی بانکتون کجا بوده؟ همین الان این سرباز اینجا وای نستید. سرباز محافظ بانک الان کجاست؟ بعضی از سوالات هست که در حوزه کاری بانک نیست و ما نمیتوانیم پاسخ خوب باشیم. شما این سربازی که جلو بانک باید باشه تو حوزه کاری شما نیست؟ میتوانید در این مورد از نیرو انتظامی سوال بکنید؟ شما وظیفه اوناست؟ نیرو انتظامی قاعدتا باید وظیفه تامین امنیت را عهده‌دار باشه. طبق مصوبات و مقررات موجود بانک ها موظف به تشکیل یگانه حفاظت برای تامین امنیت بانک ها و ماشین های پولرسان هستند که تا الان علیرغم تلاش زیادی که شده از سوی نیروی انتظامی و پیگیری هایی که صورت گرفته، این امر هنوز محقق نشده به صورت کامل. سرباز نبوده خب اقدام میکردید، بانک رو تعطیل میکردید، میگفتید آقا سرباز نباشه ما نمیذاریم این بانک باز باشه، جون کارمندای ما برای ما عزیزه، چرا این کار نکردید؟ قاعدتا باید یه همچی کاری اتفاق میفتاد. بله اصولا اتفاق میفتاد، منتها همیشه بعد از اینکه یک اتفاق بعدی تو این ماجرا میفته، جون چند نفر گرفته میشه، بعد همه چی درست میشه. خیلی راحته اگر ما بخوایم بعد از یه اتفاقی یه جایی را زیر سوال ببریم و بگیم اقدامات اولیه به اندازه کافی صورت نگرفته.
اعتقاد شما اینه هیچ جا سوال نبرید. ولی نه، بنده اعتقاد دارم مشکل شناسایی بشه. شما خودتون اصلا من هیچ. شما بفرمایید مشکل کجا بود؟ در قدم اول سارقینی بودن که بسیار برنامه‌ریزی شده با استفاده از اصل غافلگیری آمدن وارد این قضیه شدن. همه تقصیرها رفت اون بالا. راجع به سمت بابا به من بگید. چند سال خدمت کرده بودن؟ 25 سال. چقدر تا بازنشستگیشون مونده بود؟ یک ماه، یعنی برج هفت بازنشست بودن ایشون. یک ماه فقط؟ حتی شهید صالحی میگن تا تو اتاق عمل هم جان داشته. بردنش تو اتاق عمل اونجا دیگه تمام کردن. اصولا تو اینجور مواقع اون چیزی که از همه چی داغ‌تره بازار شایعه است. عده‌ای از مردم اعتقاد دارن که اورژانس با 40 دقیقه تأخیر رسیده. خود اورژانس میگه ما چند دقیقه بعد اینجا بودیم. بعضیا میگن که نیرو انتظامی 20 دقیقه بعد حضور پیدا کرده. خود نیرو انتظامی میگه نه، ما 6 دقیقه بعد تو همین محل بودیم. این همین بانکی که ازش سرقت شده. ما میریم از کاسبایی که تو این محل بودن به عینه واقعیت رو دیدن بپرسیم که واقعیت چی بوده. جالب‌تر اینه که تو همین راهی که ما داریم میایم، بانک اینجا حوزه بانک تموم میشه، اما تو راه میبینیم که رد گلوله همینجوری روی در هستش، باز روی دیوار رد گلوله هستش، روی شیشه رد گلوله هست، و حتی ما روی لوله گاز هم جای گلوله رو میبینیم. این اولین مغازه‌ایه که مدعیه که من بالا سر اتفاق بودم، رسیدم بالا سر اجساد شهدا. آقا سلام. حال شما چطوره؟ زمانی که شما رسیدی سارقین رفته بودن. سارقین اصلا خیلی عادی از این ور رفتن با یه پراید خیلی معمولی. همه میگفتن که آره دو نفر پایین و بالای خیابونو بستن. من فقط خلوتی دیدم. همون لحظه همزمان من فقط نگاه کردم دیدم خلوت بود. چند دقیقه بعد اورژانس رسید. انصافا اونی که شایعه است نگه، اونی که به چشم خودت دیدی و بگو. اورژانس آقا 10 دقیقه نکشید که رسید. نیرو انتظامی قبل از اورژانس رسید. انتظامی دقیقاً بود 6 دقیقه، ولی اورژانس دقیقاً 1 ساعت بعد اومد. نیرو انتظامی خیلی دیر اومد. چقدر دیر اومد؟ شاید بعد از نیم ساعت 40 دقیقه. نیم ساعت 40 دقیقه بعد نیرو انتظامی اومد. نیروی انتظامی حقیقتاً 10 دقیقه رو. حدود 10 دقیقه. حدود 10 دقیقه بود. ماشین اورژانس چند دقیقه بعد اومد؟ اورژانس هم حدوداً شاید به 1 ساعت نمیرسید. اورژانس سر موقع نرسیده، خیلی تاخیر داشته. میگفتن پلیس بهار بوده، 3 دقیقه طول نکشیده آمده. حدود 5-6 دقیقه بعد اولین واحد پلیس به محل میرسه. مامور کلانتری هم اگه 6 دقیقه هم حد آمده باشه دیر آمده. امکان نداره بیاد. 6 دقیقه هم آمده باشه دیر آمده. چند دقیقه بعد باید بیاد؟ باید باز سریع. 4 دقیقه. تو میگی که 3-4 دقیقه بعد اینجا بودی، وقتی اومدی تازه پلیس اینجا بود. یعنی پلیس 2 دقیقه بعد اینجا اومده؟ تو هم بیشتر بوده الان. این دقیقاً خونه ایه که دیوار به دیوار بانکه. ما یکی از زنگا رو میزنیم ببینیم که سریع یعنی تا چند دقیقه؟ بعد از یه رو 10 دقیقه اینجا بودم. بعد از این کامپلاس اومده اینجا جنازه ها بردن دیگه. نینوزامی اون موقع آمده میگه آقا دوزا کجا رفتن؟ بابا دوزا رفتن تو خونه نشسته. خونه شما کجاست؟ من خونم این بالا ساجوزاری. اونجا اون موقع اینجا بودید یا این رو شنیدید؟ بالا اینجوری طرفای پایین بودم دنبال خونه میگشتم توی بنگاه ها. آه یعنی خودتون این حوالی بودید؟ نه من به چشم خودم ندیدم. از لحاظ مالی یه ذره تو مزیقه بودم، یه ذره نه خیلی واقعیتش. پس میکردم از این راه میشه کاری کرد. بعد از این همه سرقت از بانک، میدونی شاید یه نفر پیش خودش فکر کنه یه کسی که یک بار بانک بزنه یه عمر بس داشته. بعد از این همه سرقت باز همه هیچ پولی نداشتید. خب پول تو هر سرقتی ما پولی گیرمون نیومده. خب به هر حال چند تاش گیرتون اومد دیگه. آخری بود که گیب سلاحالدین گیر کرد دیگه از تهران 86. آره که دیگه همون که حکم اعدامش میاد. آره. خب آخری بود که اونو همه گرفتن دیگه. <تص->
ثروت همون سرنهانه داشتم، چند فقره به حدود 11-12 فقره بوده، چند تا مطلب پزشک بوده، صرافی بوده، ماشین، دو تا ماشین پول رسانه، بانک بوده. این فرد به اتفاق چند نفر از دوستان خودش باندی رو تشکیل دادن و همون ابتدای کار با تهیه سلاح و مهمات شروع کردم به سرقت های مسلحانه در سطح شهر تهران. عملی که ما انجام میدیم سرقت مسلحانه است، یعنی اولین کاری که من باید انجام بدم اینه که در زمانی که با خطر مواجه بشم، با ضد برنامه خودم من مواجه بشم، باید از سلاح هم استفاده کنم. فکر نمی کنید که اگر تیراندازی نمی کردید یا سمتون افراف حالا مجبور یا شهارت نمی رسوندید موفق میشید سرقت را؟ نه. این آدم نسبت به دیگران که تو این حوادث کشته می شدن هیچ حس ترحمی نداشت. شما فرض کنید اون جایی که مأمور پول رسان رو تو شمال غرب تهران کشتن و تصاویرش هم هست، ایشون با فراغ بال میاد و با اقداماتش رو انجام میده، اصلا این خیالش نیست. در حادثه‌ای که در کرمانشاه اتفاق افتاد، دوستانی که اونجا بودن، افرادی که شهادت میدن، اصلا نوع کار به این شکل هست که بلافاصله بعد از حضور در صحنه نه اخطاری نه سلاحتون رو بذارید زمین یا مقاومت نکنید، قصد کشتن رو داشته. و در یک جای دیگه هم عنوان میکنه که وقتی که اگر من نخوام این فرد رو بکشم ممکنه تو برنامه‌های من خلل ایجاد کنه. خب تو که این چیزا رو دیدی صادق، چرا ادامه دادی؟ تو که دیدی که از این ماجرا پولی هم در نمیاد. حالا چرا بگم جواب نمیدونم؟ چرا به خاطر پولی جمعه بی سفرست کرد؟ کاش که من تمام زندگی میبردن، اصلا میگفتم ما اینه گرفتیم فقط پول بیاریم، تمام زندگی میدونم بخورم، خوشبختی از ما گرفتن، بچه ما بی سفرست کردن. یعنی شما به خاطر یه ماشینی که برعکس شد کشتی تمام اینا رو؟ و طوری هم شده بود که هیچ کدام پول نداشتن، هیچ کدام. خیلی نکته مهمیه. خب خیلی برای من نکته مهمیه، میدونی چرا؟ شما سال 69 خودتو رو میگم، زمانی که من یه بچه انقدی بودم، با مواد مخدر دستگیر میشی، حدود 150 کیلو. بله. چندین سال بعد دوباره با مواد مخدر دستگیر میشی، حدود 100 کیلو. بله. شما با عفو آزاد میشی از زندان، عفو میخوری. اینا دارم به اون جوونی میگم که امروز یه آدم نامرد شیادی بهش یه موادی داده، چیزی داده که از جای جا به جا کنه. میخوام بگم این آدم 100 کیلو، 150 کیلو مواد جا به جا میکرده، هیچی پول تو جیبش نبوده زمانی که دستگیر شده. چرا؟ چرا این پولو برای تو نمیمون؟ تو یه قاچاقچی بزرگ بودی، 150 کیلو مواد جا به جا میکرده، چرا هیچ پولی برات نمیمون؟ ببین این پولا به قول معروف میگه پول باد را باد میبرد. هیچی از این پولا براتون نموند؟ نمیمونه اصلا. برای هیچ کدومتون نمیمونه؟ برای هیچ قاچاقچی نمیمونه؟ من ندیدم تا حالا هیچ کسی در رابطه با خلاف مواد مخدر، دزدی، هر چیزی که قانون منع کرده که بخواد موفق بشه. اگر موفق شده مقطعی بوده. پسرم به زبان روزه رفت. بچهش نگاش بچهشه بکنین. زنش 23 سالشه. من حرفم اینه که اگه بتونن ایشون رسمی بکنن به خاطر بچه‌م، چون من نه حقوقی نه چیزی داریم، تنها چیزی که ما داریم حقوقی، خدا بیامرزه. اقدامات ایمنی برای حفظ جون این آدم ها شده بود؟ نه خیر. چرا نه خیر؟ چون جلیقه ضد گلوله اصلا نداشتن اینا. حتی جلیقه ضد گلوله هم نداشتن؟ نداشتن نه خیر. یعنی این که دیگه اولین چیزه که؟ بله، همه بانک ها دارن، فقط همین بانک سپر جلیقه ضد گلوله نداشت. امکاناتی که مورد نیاز بوده و در حد توان بانک ها بوده انجام شده. عزیز من، اینا حتی جلیقه ضد گلوله نداشتن، چطور شما میگه تمام اقدامات شکل گرفته؟ خدمت شما عرض میشه که حتی محافظ اصلی شما هم جلیقه ضد گلوله نداشته. تهیه جلیقه ضد گلوله جزء برنامه‌های بانک بوده، درخواست شده. جزء برنامه طولانی مدته، یعنی قرار مثلا 4-5 سال آینده جلیقه؟ جزء برنامه طولانی مدت نبوده، برنامه بوده که بر اساس اعلامی که نیروی انتظامی داشته باید جلیقه داشته باشن. اینا هم مسئولین بانک در صدد بودن که این جلیقه را تهیه بشه. متاسفانه در این فاصله زمانی این اتفاق افتاده. جلیقه ضد گلوله چیز شاقی نیستش که از خارج که نباید وارد بشه.
جلیقه ضد گلوله است، چیزی نیست که بگیم اختراعش کار سختیه. خب چند تا جلیقه اینو به اینا میدادید؟ متاسفانه نوع تیراندازی که به شهیدای بانک صورت گرفته طوری هست که شبیه تیر خلاص زدن بوده. حتی اگر جلیقه ضد گلوله هم داشتن این عزیزان به شهادت میرسیدن. پس جلیقه اصلا لازم نیست؟ نه، به این معنی نیست که جلیقه لازم نیست، بلکه باید تهیه بشه و جزو برنامه‌های بانک هم هست. اون رو ما نمیدونیم. اگر که جلیقه ضد گلوله بود نمیدونستیم چه اتفاقی میافتاد. اون یه قصوری بوده که اتفاق افتاد. این قسمت تقصیرات هم گردن بانک. نه خیر، گردن بانک صرفا نیست. نه، یه همچی حوادثی اجتناب ناپذیره در پیش میاد. در همه جای دنیا پیش میاد. بانک هم در حد توان و در حد مقدوراتی که وجود داره امکانات مورد نیاز را فراهم کرده. جلیقه ضد گلوله که در حد توان کرده. نداره که سه تا جلیقه ضد گلوله است، اصلا چیزی است که در حد توان باشه. یک سری تجهیزات اگر تهیه میشد شاید میزان زیان های حادثه را موافق نباشم. یعنی من اعتقاد دارم که نه، این اقدامات اولیه خیلی کم بوده، حداقل در مورد اتفاق اینجا واقعا کم بوده. ماشین حمله پول چرا ماشین مخصوصی نیست؟ چرا یک ماشین معمولی که حتی شیشه هاش شیشه ضد گلوله نیست؟ یعنی اگه شیشه ضد گلوله داشت حداقل اون کسی که پشت فرمون نشسته بود ممکن بود جونش حفظ بشه. شاید جزء برنامه باشه و برای آینده پس از اتفاقاتی که افتاده انشالله شاید جزء برنامه باشه. این که خوب نیست، این که خیلی بده که همه اتفاقات زمانی باید بیفته که جون چند نفر گرفته بشه. علتش یکم همین بی‌توجهی ها نیست؟ یعنی پول های هنگفت داخل بانک هاست، ماشین هایی که ضد گلوله نیستن، شیشه هاشون ضد گلوله نیست، مامورینشون جلیقه نجات ندارن، محافظاشون گاهن اون دوره لازم رو ندیدن. من خواهش میکنم نوع سوال شما و نوع فرمایش شما طوری هست که بانک هیچ احساس مسئولیتی برای پولها و برای جان انسانها نمیکنه، بلکه شاید مسئولین بانک بیشترین ناراحتی را از این قضیه داشتند و بیشترین فشار و خیلی ناراحت شدن بعد از ماجرا. بسیار زیاد بوده واقعا. از نظر مالی چه حمایتی کردن؟ 1,600,000 علی حساب دادن. 1,600,000 ولی خب اون خرجی که ما کردیم 1/3 هم نیست. خواهران تو هم تو این گروه بودن، چرا جلوی اینا رو نگرفتی؟ چرا به عنوان یه داداش به اینا نگفتی که حق ندارید سمت این گروه بیاد، سمت این آدما بیاید؟ واقعا من همین الان تو حرف خودتون شنیدم که پیرش دادن اونو معلوم نمیدونم. برای تو اون خونه بود؟ تو اون خونه بود. آره. خب چه کار میکرد تو اون خونه؟ حالا کارای خرید خانه یا که گاهی واقعا نمیتونستم برادرم کمک نکنم، چون بین برادرم و همون سلا چند بار بگو مگو پیش آمد که من میخواستم برگردم و سلا به خاطر مسائل امنیتی که خودش در نظر داشت میگفت تا وقتی که ما تو کرماشا باشیم باید اینا هم باشن. یعنی شما به خاطر محبت اگه برادرتون قتل هم انجام میداد کمکش میکردید چون برادرتون بوده دوستش؟ نه من اینه اصلا نمیدانستم به خدا. چون بارها میگفتن که فقط راننده بوده توی جریان. چون شنیدم شما همه همدیگر رو خیلی دوست داشتید، مثلا خواهر اون یکی با اون یکی دوست بود، خواهر اون یکی دوست بودید، همه با هم اینطور نبود در مورد شما؟ دختر مورد علاقه هم بوده. میخوام بگم این عشق هم باعث این شد که تو به این گروه نزدیکتر بشی، وابسته تر بشی؟ بهتر بگم عشق احمقانه باعث حماقت من شد. مواد مصرف میکردم، سلامت عقل نداشتم، تن به خیلی کارا دادم. اینجور جرائم چون این موضوع اتهامی که این افراد دارن یک موضوع خاص نیست، اینها در واقع جرائم متعددی رو مرتکب شدن، ولی عنوان اصلی برای اون افرادی که اقدام اولیه رو علیه مأمورین بانک کردن، چون اون اقدام هم مسلحانه بوده هم موجب رعب و وحشت شده، بحث محاربه و افساد فی الارضه که در خصوص اون افراد انجام میشه، بحث حمل و استفاده از سلاح غیر مجاز، بحث افرادی هستن که در این زمینه بحث معاونت دارن، کمک کردن به این افراد، تبانی داشتن. خب اتهامات متعددی متصور هست. یعنی اعدام؟ بله احتمالاً. بله قطعا. این که شما دوست صادق بودی درسته؟ بله. این که شما به خاطر علاقه‌ای که به صادق داشتید درگیر این ماجرا شدید درسته؟ بله. چرا ارتباط داری؟ عشق نداشتم. به من نگفته بودن سارق مسلح بانکه. ولی میدونستید که خلافکاره؟ بله. شما تو اون خونه اسلحه ندیدید؟ چرا؟ خب پس چرا ترک نکردید این آدم رو؟
خب شاید به خاطر دوست داشتنم بود، شاید به خاطر این بود که من 10 سال حداقل برادر دوستان بود. باور کنید من انقدر ناشی بودم تو این کار، اصلا فکر نمی کردم کارهایی که دارم انجام میدن جور می داشته باشه. مثلا همین ماشین در اختیار اینا قرار دادن، حالا یا پلاک عوض کردن اینا، اصلا فکر نمی کردم همچین جرمای سنگینی باشه. از کارگاهان تهران بزرگ هم دعوت به عمل اومد. بقیه همکارانی که تو این رشته صاحب نظر بودن با تعامل اطلاعاتی این احتمال مطرح شد که ممکنه کار همین صلاح الدین جعفری و باندش باشه. وقتی این احتمال مطرح شد، اون یافته‌های صحنه‌ام که از نظر علمی جمع‌آوری شده بود، مرکز تشخیص هویت کارشناسان اونها رو آنالیز علمی کردن و از نظر علمی و نتایج آزمایش‌ها ما رو به این نتیجه قطعی رسوند که خود این فرد هستش و به اتفاق اعضای جدیدی که جذب کرده مرتکب این کار شده. همکارانی از تهران شبانه اعزام شدن، رفتن کرمانشاه، هماهنگی هایی رو با مراجع محترم قضایی، همکاران پلیس آگاهی، فرماندهی استان و همکاران ما برادران اداره کل اطلاعات به عمل آوردن و این تبادل اطلاعاتی نتایج بسیار خوبی داشت. هم سوابق قبلی روشن شد، هم کمک کرد به شناسایی مرتبطین این افراد. تا لحظه ای که اولین تیر به سوی اینا شلیک شد به عنوان هشدار، متوجه حضور پلیس در اطراف خودشون نشدن. همه خواب بودیم، یه دفعه صدای گلوله رو که شنیدیم بیدار شدیم، همه آمدیم پشت مبلا جمع شدیم. با حدوداً ساعت 6:15 استارت عملیات زدیم. مامورای نیروی انتظامی یهو اونجا رو به شلیک بستن، از هر 4 طرف محاصره شده بودیم. یعنی اونقدر خول کرده بودم توی کارتون خودم رو مخفی کردم. اون لحظه تشخیص نمیدارم که کارتون گلوله رو نگه نمیداره. بعد از اینکه ما به اینا هشدار دادیم، خب اینا شروع به مقاومت و تیراندازی کردن و متقابلا دیگه به هر حال مامورین هم اقدام کردن. تیراندازی هی شدیدتر میشد، شدیدتر میشد و بعد بچه ها رو یکی یکی من فرستادم بیرون که تسلیم میشن. شما چندین ساعت تیراندازی کردید؟ خب چرا؟ ما نه مقاومت کردید؟ صلاح الدین تا آخرین لحظه بوده؟ حالا تا آخر بود، تا خب این خلاصه شو اینجوری دارم میگم، اینجوری اول نفر که تسلیم شد؟ اول فکر کنم داداش هم بود محسوس. یا بیرون میگم چرا همه این خانواده، بنیان خانواده، همه تو این گروه بودید؟ کدوم مردی حاضر میشه خطر برای خانواده‌اش هم اتفاق بیفته؟ شما باشته
مرتبطینی که در جاهای دیگه بودن، تهران، سنندج و بقیه شهرها، اونها هم شناسایی شدن. نهایتش تصمیم گیری شد عملیات زمانی صورت بگیره که امکان دستگیری همه این افراد فراهم باشه. منم از ترس سرمی کرده بودم زیر پتو، دراز کشیده بودم و از جام تکون نخوردم و همون لحظه تیر خورد به پام. بعدش هم که خودم تسلیم کردم از خونه خارج شدم. سلام، شما رو تهدید نکرد که تسلیم نشید؟ نه، گفت هر کسی هر کاری که دلش میخواد بکنه، من نمیام بیرون. نمیرو خونه کنار موبیلی که نشسته بودم، اسلحه را این کنار بود. من ناخودآگاه اسلحه رو برداشتم و خیز بردم پشت اوپن آشپزخونه. و من واقعا گلوله ها رو از تو شیشه وارد می شدن می دیدم. خودم نازدم، گفتم آقا من میخوام تسلیم بشم. گفت یکی یکی بیان بیرون از در فلان جلو اون نانو کوچه. هر کدام از اینا معمولا فشنگ تمام میکردن یا موقعیت خودشان در خطر میدن، با فاصله هر کدام 5 دقیقه 10 دقیقه از هم یکی یکی بیرون میامدن و تسلیم میشدن، که یکی از اینا زخمی شد بعد بیرون آمد. یعنی محل خروجشون از همین در بوده که میامدن بیرون یکی یکی تسلیم میشدن و دم در دستگیری میشدن. از راه پشتبون میخوای فرار بکنی، نزدیکی های خرپشته مواجه میشی، رو در رو میشی با مامور نیرو انتظامی. حالا یکی از مامورین ویژه شون مثل این که اسلحه رو بر میداری و شلیک میکنی. چرا تسلیم نمیشی؟ خب اون لحظه راستشو دارم میگم، من خیلی ترسیده بودم، اسلحه رو اصلا نمیدونستم برای چی دارم حمل میکنم. سم کن، در شکسته، شیشه شکسته، میری جلو، 1 2 3 نارنجک از شیشم بنداز پایین. منو کلید نارنجک رو انداخت، منم بعد هول کردم. آخه یعنی اون نمیخواست بکشته؟ وقتی این مامور دیدم و با نارنجک صوتی بعد جوری هول کردم، تیراندازی کردم. در روز دستگیری هم خب یکی از بهترین نیروهای ما به فیض شهادت دائل شد. پنج نفر اینا تسلیم شدن، ما اینقدر به اینا فرصت دادیم تسلیم، و اتفاقا تسلیم شدن اینا هم نشان از اقتدار نیروی انتظامی و نیروی عمل کننده بود، به خاطر اینکه ممکن بود بعدا شایبه پیش بیاد که اینها مثلا این سارقین مورد نظر نیستن یا با این افراد نبودن، بالاخره افرادی بودن اون تو کشته شدن، مثلا خانواده بودن یا یه همچین قضایایی، ولی ما تعمدن میخواستیم که اینا تسلیم بشن. اون نفر آخری هم که این سرکرده اینها بود حقیقتا حاضر به تسلیم نشد. سلام به جان بچم باید کار ندارم، بیا بیرون.
حالا قبول کنی یا علی قبول کنی تا وارد عمل بشی. سلام. اونا داخل محاصره شده بودن با توجب سوابقی که داشتن، انواع و اقسام سلاحایی که داشتن، از جمله نارنجک دستی، تفنگ کلاشینکوف، یوزی، کلت کمری، اینا همراهشان بوده. برای جلوگیری از ورود مامورین اقدام به تیراندازی کردن، کما اینکه همین الان آثار گلوله هایی که از داخل به این در خورده مشخصه، اینا هست که مشخصا معلومن از جمله این قسمت هایی که زدن از داخل مشخص هستش. تتر حاجی نقاط سلام. بله نقاب سلام، مشکلی پیش آمده؟ تمام شده. والا جان خودت در امان بذار بیا بیرون. بفرما. نقاب سلام، خب سلام، بیا بیرون. خورش شرف بدیدم. تیراندازی نکن. سلام. چه تهدیدی شما رو میکرد؟ خب همین دیگه، میگفتش که مثلا اگه به حرف من گوش ندی من با اسلحه شما رو میکشم. خیلی راحت. حتی شماها رو؟ آره. یعنی صلاح میگفتش که خودتونم ممکنه بکشم؟ آره. به شما هم گفته بود؟ بله. یعنی کشتن براش کلن کار عادی بود؟ یعنی اصلا هیچ ابایی نداشت از کشتن آدم ها؟ نه. چرا یه همچین آدمی رو ول نکردید؟ چرا نرفتید دنبال زندگی؟ چرا به پلیس خبر ندادید؟ یه آدمی که به همین راحتی می‌بینید مردم رو می‌کشه، شما رو ممکن بود بکشه. خب از ترس بود، از ترس اینکه واقعا شاید ما رو بکشه. یه مورد درگیری با مامورین در کرمانشاه بوده، تیراندازی کردم. یه صرافی در خیابان ولیعصر بوده، تیراندازی کردم. دو تا خودرو حمل پول بوده، تیراندازی کردم. این متهم زمانی که پروندهش در حین تحقیقات تکمیلی بود و مراحل دادرسی رو طی می‌کرد، با ادعای یک نوع بیماری و اون رفتاری که ظاهر در ظاهر نشون داده بود از خودش در زندان و خودش رو فردی آرام و عاقل نشون داده بود و ظاهرم پشیمون از اون رفتارهایی که داشته، میاد و اونجا موفق میشه علی‌رغم اینکه تجهیزاتی رو از نظر حفاظتی به کار گرفته بودن، در حین آزمایش اون تجهیزات باید جدا میشد از این فرد و از همون فرصتی که پیش اومده بود استفاده میکنه و موفق میشه فرار کنه. یه انتقاد بزرگی ذهن مردم رو مشغول کرده، اینکه این متهم اصلی پرونده صلاح الدین 3 سال در اختیار قوه قضاییه در زندان بوده، حکم اعدامش اومده بود. چرا اعدام نمیشه؟ چرا نباید همون موقع اعدام بشه که بیاد بیرون 4 تا خانواده دیگر رو به این شکل لاغدار بکنه؟ خب این انتقاد یا این سوال مردم به نظر منم سوال بسیار بجاییست. خود منم از همکارانم که در حوزه قضاییشون این اتفاقات افتاده و احکام صادر شده، حالا احکام با تأخیر اجرا شده یا خوب نظارت بر کار این مجرم نشده که اینجوری بتونه به راحتی از دست قانون گریز پیدا بکنه و بیاد این اقدامات مشابه رو در جاهای دیگه انجام بده، ما هم از همکارامون حقیقتاً گله‌مند هستیم و ما دیگه مجبور شدیم به هر حال ایشون رو در همون به اصطلاح مهلکه به هلاکت برسونیم و الحمدلله تو زمینه توفیق خیلی خوبی. Come on.
محل قتل به اصطلاح همین جانی به نام صلاح جعفری بوده که سر کرده بوده، گلوله تو مغزش خورده بود، دستش خورده بود، کنار دستش یه اسلحه یوزی بوده. پولایی که از ماشین حمل پول بانک سپس سرقت شده. انهدام یک باند جنایتکار و مخوف و هلاکت سردسته این باند. عملیات انهدام این باند صبح امروز به طور مشترک در استانهای کرمانشاه، کردستان و تهران انجام شد. آخرین تحرک این باند مخوف حمله 17 روز قبلشون به خودروی حمله پول در کرمانشاه بود که به درگیری مسلحانه و کشتن 4 مأمور بانک و سرقت 270 میلیون تومان پول نقد منجر شد. سرکرده این باند مجرم خطرناکی بود که با فرار از دست مأموران و ثبت 12 سرقت مسلحانه در پرونده‌اش، باندهای خطرناکی در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرمانشاه و سنندج ایجاد کرده بود تا اینکه بالاخره امروز در مخفیگاهش غافلگیر شد. به خاطر این کارا، به خاطر به این خطر افتادن، به خاطر این تهدیدا قرار بود چقدر پول بگیری؟ میگم که صادق به من گفته بود که قراره برات خونه بخرم، ماشین بخرم، ولی خب از پولی که به من، از پولی که سرقت کردم به من 2 میلیون تومان داد. 2 میلیون به شما فقط پول دادن؟ بله. 2 میلیون؟ بله. ارزش داشت؟ نه، هیچ وقت. چون اینها اقدامات مشابه در استانهای دیگه هم داشتن. استانهای دیگه با این سرعت. چند مورد بود استانهای دیگه؟ ظاهرن 12 مورد. بعضی هاشون در 4 مورد شرکت داشتن. به تنها به فراخور اون میزان شرکت. خود صلاح الدین 12 مورد. بله، خود صلاح الدین بیشترین میزان رو داشتن. زهره خانم، تحصیلات شما چیه؟ دیپلم حسابداری هم. نمیتونستید همون رشته خودتون رو ادامه بدید به عنوان حسابدار، یه جا کار کنید، یه کار سلامت؟ من قرار بود به جای پدرم تو بانک استخدام بشم. پدرتون کارمند بانکه؟ بله، بازنشسته شد و به همین دلیل رشته. و دوستان شما کارمندای بانک رو به شهادت رسوندن؟ گرفتار بودم. همه مردم ممکنه خیلی جاها به گرفتاری بخورن، این که طبیعیه. مگه من تو زندگیم گرفتاری ندارم؟ مگه اون یکی گرفتاری ندارم؟ کاملا صحیحه. منتاش خب یکی میبینی مثلا اون بینش داره، او درک داره، او چیزی که باید راحت بهت بگم. یه بار بچه بودم، داشتم توی کوچه راه میرفتم، یه پیرمردی وسطم که گفت آی پسر بیا ببینم. گفتم بله آج آقا. گفت اون نون بود لغدش کردی. نونه رو برداشت، بوسید و گذاشت وسط تیر چراغ برق. میخوام بدونم چطور میشه که یک آدمی روی دیگه نون نمیتونه پا بذاره، یه آدمی میتونه روی آدم دیگه پا بذاره. چی شد به اونجا رسیدی؟ چی شد که راحت شما از ماشین ریختید بیرون، اینا رو به تیروار بستید؟ 200 میلیون پول بود تو ماشین. آخه لامصب، مگه چه ارزشی داشت؟ 200 میلیاردش هم من فکر میکنم ارزش نداره. اینو 20 روز پیش فکر نمیکردی؟ همون دیگه. الان به نتیجه رسیدی؟ الان من... اگه نمیگرفتن دفعه بعد چی میشد؟ شاید هم ادامه پیدا میکردی مثلا. پسر من درگیر بود با این جنایتکارا، با کیسه پولم گرفته بود، یکیشان هم گرفته بود، دیگه اولش نکرده بودن، اونا شلی کردن بشش. این ساعتشه، من دیگه باید با اینا زندگی کنم. این گوشیشه، چند تا از روز تا حالا هر روز 2-3 روز یه باید پیام براش میفرستم. این پیام رو بعد از فوتش براش فرستادی؟ بله. با غم امشب زیر لب هر دم صدایت میکنم، عشق میریزم، دو چشمم را فدایت میکنم، در نگاه خستت دنبال حرفی تازه ام، هر چی میخوایی بگو، من هم فدایت میکنم. یعنی اصلا نمیتونم باور کنم واقعا دستش داده. میگم باشه بابا، سر کار رفته، بابا مدرسه رفته. میگه نه، نگو مدرسه، نگو بابا، نگو سر کار، من بابا رو میخوام. میگم باشه. میگه باشه، میخوام بابا رو میخوام. یه چیزی بهت نشون میدم، بعد راجع به این فرصت دوباره با هم یه صحبتی میکنیم. الان نمیخوام که کسی متوجه بشه که تو متهمی و تو چی هست. تو انگار الان دوست منی، انگار دوتایی نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم. من تو را معرفی نمی کنم که کی هستی، میگم که داری همکاری با ما میکنی. اون دوست من رو یه لحظه بگید بیاد. چطوری قربونت برم؟ بیا اینجا ببینم، بیا داداش کنم، بیا اینجا. چطوری قربونت برم؟ خوبی؟ این آقا همکار منه. خوبی تو؟ چه خبر؟
چطوری پهلوون؟ خوبی؟ سلامتی؟ چه خبر؟ هوا مامان تو داری یا نه؟ خیلی خوب، باریکلا، پسر گل. بودو برو قربونت برم، بودو برو. نمیشه با هیچ چیزی بچه همون راننده است. میتونه سنان امروز پدرش دستشو بگیره با هم برن بگردن. نمیتونم هیچ واجهی برش بگیرم. حالا از امروز به بعد تنها باید تحمل بکنه، چون تو خواستی به خاطر 20 میلیون سهمی که بهت برسه راحت. اصلا فکر نکردی بچهش کی هست، زنش کی هست. رنگ برو بستید و رفتید. رفتم دیدم پزشک قانونی اونجا، دیگه نفهمیدم چی شد. نمیدانم دیگه، خودم رفتم نمیدانم چی شد، چه بود، آمدم کجا، کجا بردنم نمیدانم دیگه. اصلا هیچی نفهمیدم. پسرم پسر خوبه بود. خدای روزی بیشتر دو روزه نمیدانم چه بکنم. بس شب تا صبح میخوابم، میدانی چه حالی دارم، میدانی چه بکنم، من چه بی بکنم. من بذارم اینم بذار بکنم و از خدا میخوام که این بچه ها خلف بار بیان و جای و پدرشان رو پر بکنم برای مادرشان. ایشالله بچه خودت هم خلف بار بیاد، آدم های شرافتمندی بشن، نون حلال بخورن، حتی اگر سخت، حتی اگر تو زندگیشون مشکل دارن، حتی اگر گرفتارن، اما انسان باشن، باقیش دیگه مهم نیست. عاقبت این کار هیچه، خلاف هیچ ارزشی نداره. بهترین حکم برای من اعدامه و با جان و دل میپذیرم. آدم تا بلایی به سرش نیاد، تا تجربه‌ای کسب نکنه، هر چقدر که اطرافیان بهش بگن، هیچ وقت حرف هیچ کس رو گوش نمیده تا اینکه خودش تجربه به دست بیاره. و من الان پشیمانم از کاری که کردم و الان دیگه سودی نداره. هر چی حقم هم با دو سرم بیاد، به خاطر همین خانواده و همین و توبه و غشت، هر چی حقم. چرا اینو 20 روز پیش بهش فکر نکردی که الان اینجا نشسته باشی؟ 20 روز پیش اگه این حالو داشتی. یه اتفاق دلخراشی افتاد، ما هم سعی کردیم اندازه زمان برنامه‌مون تمام این مسائل رو بررسی کنیم، اما تو این هیاهویی که هر کسی یه حرفی میزنه، یکی میگه اون دیر اومد، یکی میگه اون زود اومد، یکی میگه تقصیر محافظا بود، یکی میگه نه محافظا تقصیر نداشتن. قبل از همه این چیزا باید ریشه مسائل بررسی بشه. بررسی ریشه مسائل یعنی اینکه اول باید ما بریم Thank you.